آمار قربانیان کرونا در 346 شهر کشور بیش از 71700 نفر است. عضو کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه تهران افزایش موارد ابتلا و مرگ قابل پیشگیری بود. بازگشایی های زود منجر به افزایش بیماری شد. نمکی نگران استانهایی مثل مازندران یا خراسان رضوی و تهران هستیم. دانشگاه علوم پزشکی مازندران میزان بستری در حال افزایش است ممکن است تا چند هفته آینده ظرفیت خالی برای پذیرش بیماران وجود نداشته باشد معاون ستاد کرونا در تهران موج دوم از موج اول خیلی سنگینتر بود سیلی که از موج دوم میخوریم شدیدتر است سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز پنجشنبه 26 تیر 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 346 شهر در ایران بیش از 71700 نفر است. شمار قربانیان در البرز به 2265 نفر، در تهران به 1 ببخشید به 17850 نفر، در فارس به 1725 نفر در کرمانشاه به 1820 نفر در لورستان به 2695 نفر در مازندران به 3145 نفر در همدان به 1895 نفر رسیده است در حالی که قربانیان کرونا هر روز بیشتر می شود و کارگزاران رژیم خواستار تعطیلی بسیاری از مشاغل و فعالیت ها هستند روحانی روز گذشته در ستاد کرونا بار دیگر مسئولیت را متوجه مردم دانست و گفت بیش از ایجاد هر گونه محدودیت و یا تعطیلی رعایت دستورالعملها و مراقبت های بهداشتی راه حل اصلی مقابله با کرونا است و ما برای مقابله موثرتر با کرونا ناگزیریم سبک زندگی خود را تغییر دهیم این در حالی است که امروز مسعود یونسیان عضو کمیته اپیدمیولوژی کووید 19 دانشگاه پزشکی تهران گفت افزایش اخیر موارد ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در کشور قابل پیش بینی و پیشگیری بود همان گونه که پیش از این و بارها تذکر داده و پیش بینی کرده بودیم بازگشایی های زود هنگام مشاغل و فعالیت هایی که ضرورت نداشتند منجر به افزایش انتقال بیماری شد و بخشی از نتیجه آن را مشاهده کردیم و در آینده نیز موارد بیشتری را شاهد خواهیم بود. نمکی وزیر بهداشت رژیم گفت در استانهایی مثل استان مازندران یا خراسان رضوی و خود تهران و البرز ما جای نگرانی داریم. در حالی که رژیم آخوندی کمترین کمکی به مردم برای مقابله با کرونا نمی کند، ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت رژیم گفت اگر هر خانوار ایرانی به خاطر کرونا حدود یک میلیون و ششصد هزار تومان افزایش هزینه داشته باشند، هزینه های کمرشکن سلامت از سه و هفت درصد به حدود هشت درصد میرسد. در خانوارهای روسایی این شاخص از 4.9 و دهم به دوازده و نه دهم درصد افزایش میابد. در تهران جلیلی خوشنود معاون ستاد کرونا گفت موج دوم از موج اول خیلی سنگین تر بود. بیماران بدحال و فوتی ما بیشتر است و به نوعی سیلی که از موج دوم میخوریم شدید تر است. شاید در تهران قرنطینه چند روز یا چند هفته بعد ادامه پیدا کند تا بتوانیم این موج دوم را کنترل کنیم. ما با دو مشکل کمبود تخت بستری و کمبود کادر درمان مواجه هستیم. کادر درمان ما اکثرا آلوده می شوند یا اقوام درجه یکشان مبتلا می شوند که مجبورند از آنها مراقبت کنند. در بیمارستان شهدای تجریش، 172 نفر از نیروهای خودمان درگیر شدند و خود بنده و معاونت ها هم درگیر شدند. من خودم بستری هستم و ریم چهل درصد درگیر شده است. معاونت درمان و بهداشت بیمارستان هم بستری هستند. در مازندران رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت 60 تا 70 درصد های استان قرمز شده است. میزان بستری همچنان در حال افزایش است. با این روند ممکن است تا چند هفته آینده ظرفیت خالی برای پذیرش بیماران وجود نداشته باشد. سخنگوی همین دانشگاه گفت: همکنون 1130 تخت بیمارستانهای دولتی و 188 تخت بیمارستانهای خصوصی برای بیماران کرونایی اختصاص دارد. 1084 بیمار مشکوک به ویروس کرونا با مشکل حاد تنفسی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه بستری و تحت درمان قرار دارند. در آذربایجان شرقی معاون دانشگاه علوم پزشکی گفت هر روز مراجعات به بیمارستانها ها افزایش پیدا می کند. از هر, از هر هشت بیمار کرونایی یک نفر متصل به دستگاه تنفس بوده و در وضعیت بدحالی قرار دارد. همکنون،, همکنون, نیز بیش از 850 نفر در بیمارستان های استان بستری هستند در خوزستان رئیس بیمارستان کودکان ابوذر اهواز گفت حداقل روزانه 8 یا 10 مورد و بعضی اوقات تعداد بیشتری از کودکان مبتلا به کرونا در آی سی یو این بیمارستان بستری می شوند در فارس ظرفیت بیمارستان حضرت علی اصغر و دو بیمارستان دیگر که در شیراز برای بیماران کرونایی در نظر گرفته شده تکمیل شده است معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت اگر همین شرایط ادامه پیدا کند در دو سه هفته آینده ما با آمار بالاتری در میزان مرگ و میر همراه خواهیم بود دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 26 تیر 1399